با سلام و درود احترام به تک تک هموطنان هم در سراسر دنیا. روی سخنم با نیروهای انتظامی هست. نیروی انتظامی که یک شرم شوربای به معنی واقع کلمه است. وقتی که اینها پلیس بودند و کلانتری داشتند خیلی خوب و مستقل بودند. بعد که کمیته رو منحل کردن از ترس مردم، کمیته رو بردن گنجوندن توی پلیس ها. بعدی حراست بازشون باشن، باز یک سری دیگه هست اسمش عجیب غریب داره گوشن برای اینها که مراقب اینها باشن. در نتیجه به هم ریختند 10-12 تا بیشتر، شاید 15 تا پلیس تو این شبازگوش ما صحبت کردن، حرفایی زدند، بعضی هم منطقی، بعضی غیر منطقی، بعضی رو هوا، بعضی احساسی. ولی خب من چکیدهش رو خدمتتون عرض میکنم، اگه کلیپ طولانی شد من یک کلیپ هم خواهم گذاشت. میگم چرا میزنیم؟ میگه ما نمیزنیم. اولا که ما رو فرمانده هامون دیگه کسایی هستن که نمیشناسن، زبونشون نمیفهمن چی هست و یک مترجم دارن. گفتم یعنی افغانستان، گویا افغانی هم هستن، ما رو یک قسمتی هستن که زبونشون با ما این مقدار فرق داره. گفتم عرب هستن، میگه نه عرب نیستن ولی ما رو کشور دیگه هستن. بگذاریم. میگه آقای محمدی شما میدونی که ماها از همون قدیم ها گفتن ما مأموریم و معذور. گفتم این پوچترین حرف ممکن است، بی اساس ترین حرف ممکن است. گفت چرا؟ گفتم مأمور و معذور برای کسی است که بهش میگن آقا برو برادرت مغازه پلون کن. وقتی میری اونجا برادرت دیگه نه، میاد به داداش شما کار چطور میکنی؟ میگی من مأمورم و معذور. اونجا صدق میکنه. دوست تو چک برگشته داره میبره بازارش برده بیار، میری اونجا میگی فلانی بابا ما با هم نمک خوردیم، اینجوری بوده اونجوری بوده فلان بوده، میگه من مأمورم و معذور. اما واسه زدن مردم و واسه برخورد با مردم مأمور و معذور نیستی، اصلا نیستی. به این دلیل که اگر تو مأموری و معذور، اون فرمانده یا اون کسی میگه خودتو چا بنداز میندازی؟ خب نمیندازی، 100% نمیندازی. میگه چرا بزنم خودمو؟ میگه مردم بزن. میگه چرا بزنم؟ چرا باید بزنم؟ وقتی که شما به اینجا میرسید خودتون بیر پیش خودتون قاضی حساب، قاضی تو بدن هست بنام وجدان، میاد میشینید حلاجی میکنید، قضاوت میکنید. در قضاوت یک قسمتی هست از بالاتر از همه کتاب قانون و از خود قاضی، همه بالاتره. وقتی یه قاضی به یک جایی میرسه که این متهم این کار نکرده و سند و مدارک علیهش هست، یه علمی هست بنام علم قاضی، علم تشخیص. اون علم تشخیص به دادش میرسه، به داد تو هم میرسه. مردم چی میخوان؟ شما باید در مقابل اجنبی ها، در مقابل اون کسایی که الان توی پلیس شما هستن، اونایی که سر مرزهای شما هستن، باید بری سفت وایسی و مأمور و معذور باشی. نرقه بود در قبال مردمی که توی این کشور هستند، یک سری اجنبی حکومت میکنند، ما رو انوار همه چیشون رو بردند، بعد میگه آم و آب میخوایم، میگیر میزنیدشون. بچه بهتون بگم، راحت بهتون بگم، اینا میذارن میرن، شما رو میذارن این مرغ که در عروسی عزا قربانی میشه رو قربانی میکنند. بعد شما میمونین مردم اینو میرن، شک نکنید قصه اصلا مراد ازش نمیره. اکثر کشوری که دیکتاتور اینجوری شده گذاشتن رفتن تمام آدماشون گذاشتن در اختیار اینا، این امثال قذافی، امثال صدام، خیلی های دیگه. بعد مامورا رو مردم باشن برخورد میکنن، جیگرشون رو در میارن، چون اعمارشون همه ثبت شده است، هست فیلماش هست، همه چیش هست. شما رو به خودشو نمیبرن که، چون شما هم نمیتونید خودتون فرار کنید چون پاسپورت ندارید. شما تا باز بازنشستگی و دوستانتون پاسپورتتون نمیدن، شما در اینجا میمانید و جوابگو خواهید بود جنایت اونها رو. مأمور معذوری تو چی حرف میزنی؟ شما این حکومتی رو ایرانی میدونید؟ این حکومتی رو از مسلمون میدونید؟ غیر از جنایت، غیر از دزدی، غیر از خیانت، غیر از رانت، غیر از بیشرفی، غیر از بی‌ناموسی چیز دیگه دارن اینها؟ نه نیست. پسرشون تو کشور کانادا و کجا و کجا عشق حال میکنن و شما رو میذارن گوشت گوجه تو جلو گلوله. اینا میرن شما رو ول میکنن. بچه شما حرفایی به مردم میزنید خودتون رو میدونید که بی اساس حرف میزنید، میدونید پوچ حرف میزنید، هیچی نمیدونید، هیچی نمیدونید. آره ما اینجوری میکنیم، شما حرف مفت داری میزنید، فرات وقت مفت میزنید، سرنگه وقت مفت میزنید، شما چیزی نمیدونه، چیزی شما نمیگم، شما اصلا محرم نمیدونه بهتون میخوام بگم. الان اصلی یکی در شما هست توش واقعا گولی اصلی هست توش نیست.
یا گوله مشقیه یا خاصه دست چیز دارن، چون به شما اعتماد ندارن، اصلا اعتماد به تو ندارن. اون لباسی که تر شماست بعدا باید کلا عوض بشه، چون مردم نسبت به اون لباس که فوبیا دارن، از اون لباس متنفرن، حالشون به هم میخوره، تداعی میشه تمام گذشته ها. شما چرا خودتون چوب دو سر طلا میکنید؟ چوب دو سر طلا میکنید، از اون رونج مونده میشید، حتی تو فامیل خودتون، حتی پیش بچه های خودتون، خانواده خودتون منفور میشید. نکنید، نکنید. اون روز آخرشون شما شک دقیقه نکنید، هیچ شک نکنید و بیاید یک دقیقه فکر کنید کجا مأموری و معذور تو. مأمور و معذور از طرف مردم باش، حقوقتون رو مردم میدن، مردم عرب رجوع تو هستن و به دستور اونها گوش میکنی. یک مشت دیگه خودت میدونی چی میخوام بهت بگم. خودشون ویلاهاشون الان توی آفریقا 3000 خورده ایه، تو کشور دیگه هم خریدن، شبانه میذارن میرن. بعد هم که میگن بچه آقا چرا زدی اینجا، به ما گفتیم کرپای بزنی عمدن زده بالا، هیچ دیگه تموم شد، خر بیار باقری بار کن. اینو بهتون بگم که شما آچمز آچمز هستید، مگر اون لباس گند کسافتن رو بکنید و بیاید توی مردم و بعد دادگاه بشید، دادگاهی بشید، در دادگاه مطمئن باشید، مطمئن باشید. قاضی کجا قرار میگیره یادم منصف هست، یادم نیست که رشوه رو گرفته باشه، فلان کاری کرده باشه، اینجوری کرده باشه، نه اینجوری نیست. قوه قضاییه حکومت آینده یکی از پاپتری قوه قضایی دنیا خواهد بود، اعلانش هم قبلا گفتم، بازم سر فرصت خواهم گفت. قاضی در زمانی خیانت میکنه، دزدی میکنه، شما یه نیاز داشته باشه، قضات دولت مستقل و بی نیاز خواهم بود. این شیوه های دموکرات دنیا هیچ نیازی ندارند، بهشون حقوق میدن، حقوق میدن که هر چقدر خواستن بهشون میدن، هر چقدر خواستن بهشون میدن، بهشون امکانات میدن. و قوه قضاییه آینده یکی از پاکتری قوه قضاییه خواهد بود، تری که نوشته شده است از پیشنهادیه. و شما نیرزه چرا خودتون زایی میکنید؟ به چه چیز خودتون مینازید؟ اون دستی که میزنه میخوره، اون دستی که یک آدم مظلوم رو میزنه، اون زور میده حق میکنه، اون دست قطع خواهد شد، حالا یا فیزیکی قطع میشه یا غیر فیزیکی، فرق نمیکنه، همه طرف باختید. نکنید، نکنید که بدونم بهتون میگم تمام اینا ضبط میشه، تمام مشخصات شما هست، چه اون بسیجی، چه اون لباس شخصی، اینا وقتی به جاش که برسه اصلا حاج آقا دیشب رفتن، یک کار فوریت پیش من رفتن، تو بگی فامیل چیزی، نه من کلفتشونم، تو چی کارت، من نوکرشون بودم، من میگفتم فامیل حاج آقا لکی میبرد، من که همش رفتن، تو میمونی و تو میمونی و 70-80 میمونی جمعیت ایران. اون لباس ترد کردی فکر کردی چی از اون لباس، چیزی نیست. الان از تهران فوقش 5000 نیرو دیگه هم بیاد اصفهان بیاد، در مقابل 500000 نفر، در مقابل 2000000 نفر چه کار میکنی شما؟ یه توف رو زمین همه غرق شدید. خلاصه بعد جوری بازی قرار گرفتید، خودتونم میدونید. حالا جالبه که به شما اینقدر اعتماد ندارن که یک عضو میخوام فران ناشور یا عرب یا افغانی یا پاکستانی میرن و شما حکومت میکنه، به شما دستور میده، تو مردم میدن، بزنین جیگرش در به طرف مردم، مردم با شما هستن، اونا یک نفر دو نفر هستن، تو شما شما زیادتر از حرف هستید. بیایید داره یک بار تو مرتبه یک بار خودتون باشید، نشیدم هیچ اتفاق نمیفته. هر چقدر بیشتر ظلم و ستم بکنید بیشتر فرو میرید. اون زمانی که لگت میخوره تو پوزتون، در تو چشتون، کاسکوزتون، من به هم میریزم دیگه، اون موقع دیگه هیچ کار نمیتونه بکنه، هیچ رقم، هیچ کس رو کمکت بکنه، نه خدا، نه پیغمبر، نه قرآن، نه دین، نه ایمان، نه پادشاه، هیچ کس کمکت نمیتونه. چون زمانی که به تو گفتن نکن خندیدی، نه ما مأموری معذور، گه خوردی با جد آبادت، تو مأموری معذور در قبال کسی که تو حقوق میداد مأمور باشی، نه در قبال کسی که کشور زور میبنه، خیانت میبنه، دزدی میبنه، جراحت میبنه، حتی اینقدر به تو اعتماد ندارند. یک مأموریت مأموری میری دو نفر سرخه رو سر میزنه که تو خیانت نکنی، دزدی نکنی. بازی بالاتر خب خدمت شما عرض کنم که یه مسئله پیش اومده اخیرا، باز گیدم سر اثر خمینی، حتی پیش بینی میشد،
حرم آقای خمینی که به روایت 4 میلیارد دلار خرج شده، حالا تو دعوا نختن میگم 10 میلیارد تومان، اینجا دیگه کسی نمیره غیر از بعضی از اوقات میرم اونجا همون فرش مشاش کسافت کاری میکنن. خب درش بستن درآمدی نداره دیگه. قدیما اونا کسی که میرفتن اونجا برای خودشیرینی فلان مبالغی میداد، کسی نمیده، پول هزینه‌اش در پول آبرش در نمیاد، مال امام رضا در نمیاد دیگه، خمینی جای خودش داره. بعد میگه رفتم صبح اونجا نماز بخونم، حرم رو زیارت بکنم، دیدم نمازهاش تعطیل. خب مرا به تعطیله، حالا میخوام سه دستان خمینی رو دراز کنم بکنید، اونجا تیکی تیکش بکنید به چی نمیرسید. ولی خوبه بین شما اختلاف ایجاد شه، خیلی خوبه، این مسئله پیش میاد خیلی خوبه. در حرم بستن طرف چادر ذکر خیلی خوابیده، خب مشخصه، مشخصه آقا عزیز. ولی خب خوبه، اینا خیلی خوبه، این سه درمد، این سه حسن خمینی باید دراز کشه. خیلی مفتکی خندید، خیلی هم قریب ملکی کشیده، خیلی یادم خیلی سرخوش رو خورده. خب من کلیپ بعد از این که خواهم گذاشت 1-2 ساعت دیگه، بعد من چی توضیح دم اینجا راجع دوستم، مثلا میگم در کورنگ تونل دارم میزه در فرانجای کار میکنم، یه سیره تون بگم، یه سیره قشی قشی هستن تو مملکت، وزیر و وکیل همین هستن. ما در مملکت 2 رقم بودجه داریم، یعنی بودجه عمرانی، بودجه اصلی است که عمرانی است. اینا کار عمرانی به اصطلاح عمرانی میکنند. این جریان یارو بود که گوسفند میدوزید بین فقرا پخش میکرد، گفتن چه کاری آخه، تو ثواب اون کار با گناه این کار برابری، وسط کله پاچه و دل جگر دنبش مال منه. این کار عمرانی که دارن میکنن که همش هم نتیجه است، همشون بدون حساب نتیجه است، رشوه‌ای که میگیرن، کمیسیونی که میگیرن، پول سازی که میگیرن براشون میمونه، هیچ کس طلبکارشون نمیشه. توجه کردید؟ این تونل های مثلا شما از کورنگ چند مثلا 50-60 کیلومتر تونل زدند، برای کجا داریم میبری؟ تمام بافت آبی زیر خراب میکنی. نه آقا گفتن بکنید، ما داریم خودشو تس خودشو، بچه فقط برای دوزی رانت گرفتن و رشوه گرفتن و پورسانت گرفتن. مثلا میخوام بهتون بگم یه دستگاه میخرد 100,000 دلار، میان 250,000 دلار فاکتور میکنن، بعد قطعات چی میخرن مثلا فلاقت 50% فاکتور میخرن روش، که این فقط درآمدش از ایران است، از این راه رو بلدن، راه دیگه بلد نیستن، نمیرن سراغ راه دیگه، راه دیگه خطرناکه. ولی این نه، خیلی همیشه هم هست و برقراره و بودجه عمره باید خرج شه دیگه، نه از جای دیگه میرن اینجا میچسن فلان میکنن. این کاراشون به هیچ جا نمیرسه، خودشون میدونن. ولی چیزی که هست کله پاچه و دنباش و دل جیگرش ما رو این هاست، این کار عمره داره انجام میده، همش بازی، همش مغلطه و سفسطه و پدرسوخته بازیه. از اول این حکومت اینجوری بوده ها، یه سری اصلا توی این مایه کار میکنند، خیلی راحت هم کار میکنند، خیلی خوب هم میخورند، چون همهش سنده و چک صادر میشود و میرود و بعد خلاصه پشت با هم تقسیم میکنند. توجه کردید؟ اینو بهتون بگم، اینها درش مثل مملکت نسوخته، واسه یکی چی نسوخته، فقط برای جیب خودشون بهره برداری میکنن. از اون زمان اوایل یادتون باشه ما فی سبیل الله کار میکنیم. آره تو فی سبیل الله کار میکنی، چی میخوری پس؟ حرف مفت میزنن. مثلا اگه 8,000 تا 7,000 حقوق داشته میگه آقا میدی به جبه ها، از اون وقت چیه؟ مثلا اون زمان 7,000-8,000 گیرشون میومد. پس این کاری کردن و میکنن تونل میزنن فلان میکنن، مثلا همش این بازی سری قصه است. البته آب کویت که فروختن حالا در نیومده چیزش، ولی جای دیگه دارن کار میکنن، همه پولاش میره اون برای صادرات، هر چی هست میره اون برای آب، بر نمیگرده. نفت هر چی که در میارن یا در میوردن هزینش با ملت بود، حتی هزینه 15-16 دلاری که برای هر بشکه نیازه اونا با ملت حساب میکردن، جزء از بودجه های عمرانی و بودجه دولت استفاده میکردن، اما پولش بر نمیگشت، هیچ وقت بر نمیگشته، رفته اون ور و خلاصه باد آورده رو باد میبرد و برم میبرن. الان جوری شده بعضی اونها برای 2000 دلار گیرند، پولاشون همه بازداشت شده، همه رو نگه داشتن و عضو میخوام به گوه خوری صرف افتادن. اما ترک عادت موجب من است. من کلی برای صحبت خواهم کرد، مسئله روز مسئله مهمی است، راجع اصفهان صحبت خواهم کرد. ولی یه بهتون میگم که مردم در سراسر ایران دارن آماده میشن برای حرکت نهایی. ایام بکام روزتون خوش.